سلام به همگی، به برنامه نان گلستان خوش اومدید. من مریم نمازیم. من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در مورد حمله دونالد ترامپ به حق و حقوق مهاجرین و پناهجویان صحبت می‌کنیم و به خصوص قدغن کردن یه سری ملیت‌ها از ورود به آمریکا. فتوای احمقانمون در رابطه با اینه که میشه تقلب کرد زبان انگلیسی در امتحانات زبان انگلیسی. این البته این از عربستان سعودیه مسلمه. پس از کجا؟ از ایران هم از این چیزهای احمقانه فراوونه، زیاده، خیلی زیاده. و لحظه زیبای زندگیمون مبارزه علیه حمله راسیستی دونالد ترامپ به حقوق مهاجرینه. مصاحبه این هفته با آقای حمید صبی، یکی از وکلای ایران ترایبیونال، در رابطه با تاثیر این کمپین در راه دادخواهی برای مردم ایران و علیه کشتارهای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. با ما باشید، جایی نرید. همونطور که بینندگان عزیز میدونن، دونالد ترامپ احکامی رو منتشر کرده و جلوی چندین ملیت رو به آمریکا، ورودشون به آمریکا رو جلوشون داره میگیره، من جمله ایران و عراق و چند کشور دیگه، و در ضمن جلوی کلن ورود پناهجویان به پناهندگان به آمریکا رو گرفته. و خب این بهانه این کارشون جلوگیری از به اصطلاح تروریسمه و مشخصه که این هیچ ربطی به مقابله با تروریسم نداره، به خاطر اینکه یه کسی پناهنده است یا مهاجره رو میخوان یه جوری جلوش بدن انگار که مساویه با تروریسم، ولی ما میدونیم به طور وضوح این واقعیت نداره. خیلی از کسایی که پناهندن مهاجرن اتفاقا دارن از تروریسم اسلامی فرار میکنن و از میلیتاریسم آمریکا هم فرار میکنن. در این نکته رو که تروریسم ربطی به پناهندگان نداره، به نظر من با اعتماد به نفس بیشتری باید گفت. نمیشه به عنوان تلاش کنیم اینو ثابت کنیم، ما به شکل واقعی نداره. کسی که میخواد جنگ با تروریسم رو بیاره به حیطه جنگ با در واقع و علیه پناهنده ها، در واقع داره تلاش میکنه که موضوع اصلی و شیوه اصلی جنگ با تروریسم و مقابله با تروریسم رو منحرف بکنه و بیاد به یک در واقع اهداف دیگر رو دنبال بکنه. ده. اهداف نجات پرستانه، اهداف اینکه جوامع رو تقسیم بکنه و در واقع یک دشمن فرضی به وجود آوردن تو جامعه خودش. ترامپ و این کارش تنها این نیست که بخواد جلوی تروریسم بگیره، در واقع داره پایه های حمله به کشور خودش رو داره میزه، میخواد بین مردمی که وجود دارن توی آمریکا رو نفاق به وجود بیاره. و وقتی نگاه میکنیم به فاکت هایی که وجود داره، مثلا هیچ حمله تروریستی توی خود آمریکا از سوی این هفت ملیتی که قدغن شدن اجرا نشده. در ضمن اگر هم میشد، خب ربطی نداره به تمام کسایی که از اون کشور میان. خب میدونیم کسایی مثل من و فریبرز هم از ایران میان و میلیون ها پناهنده و کسایی که فراری هن، و خب خود جمهوری اسلامی هم خب یه سریشون ایرانی هن. نمیشه که یه کلیت بخشید به جرم یک سری افراد به یک کل ملیتی یا کل مذهبی و غیره. و از این وقتی نگاه میکنیم اکثر حملاتی که صورت گرفته توی آمریکا که آدم کشته شده بعد از 11 سپتامبر، همش کسایی بودن که نژاد پرستان سفید بودن. خب و همه حملات هم از سوی کسایی که شهروندن یا مقیمن انجام شده. خب پس اگر این منطق آدم بخواد دنبال کنه، پس هیچ مقیمی، هیچ شهروندی، هیچ کسی که سفیده دیگه اجازه نداره وارد آمریکا بشه. خب این که نشد حرف، یعنی مسلمه هیچ ربطی به جلوگیری از تروریسم نداره. در واقع جلوگیری از تروریسم اینه که بعد همه میدونن که جنایت تروریستی سازمان دارن، در واقع با اکثرشون دولت ها پشتشون هستن. عربستان سعودی رو شما توجه بکنین ببینین چقدر جنایت تروریستی رو تو خاورمیانه پول میریزه پاش. جمهوری اسلامی رو نگاه کنین، چقدر جنایت اسلامی تروریستی رو تو عراق، توی لبنان خودش به طور مستقیما سازماندهی میکنه. اینا شناخته شده هستن به نیروهای امنیتی دنیا، اینا میدونن سازمان و شبکه هاشون چجوریه. خود دولت آمریکا هم کلی رابطه داره با خیلی از این دولت‌هایی که دارن همین کارو می‌کنن. خودش هم مسئول یه سری
بالاخره همین افزایش تروریسم در دنیا یه بخش بزرگش همین و مستقیما هم در واقع یادمون نره که طالبان رو دقیقاً خود دولت آمریکا به جون مردم افغانستان انداخت. ولی میگم این قضیه، این واقعیت به این عظمت و این شبکه رو به این عظمت ول کردن، کنار گذاشتن، حمله کردن به پناهندگان واقعا شرم‌آوره و این کاملا نشون میده که یک سیاست دیگر رو دنبال میکنه. هر کس بخواد قضیه پناهنده ها رو به تروریسم وصل کنه اشتباه بزرگی رو میکنه و در واقع کمک میکنه به یه سیاست دیگر رو. یه نکته دیگه هم به حسب بخش من خیلی فکر کنم امروز دارم حرف میزنم. اینو میخواستم بگم که در کنار این سر صدایی که قضیه پناهنده ها رو داره مطرح میکنه، در این حال داره سیاست های دیگر هم پیش میبره ترامپ. قوانین بانکی رو که آوردن که جلوی خانه خرابی میلیون ها مردم تو آمریکا گذاشته بودن که بانک ها نتونن پدر مردم دارن، الان هفته گذشته ایشون دستور یه دونه امضا کرده، دستور داده گفته که بردارین تمام این قوانین، هیچ کنترل روی بانک های آمریکایی وجود نداره. اینا این سیاست ها دست در دست هم دارن، بخشی از یک کلیت رو نشون میده. دقیقا ما یه واقعیت اینه که این افزایش راست افراطی تو آمریکا داره به کسایی که واقعا کمترین قدرت رو دارن همیشه حملهشون اول به اونا میکنن، به زنا، به حقوق زنان، به حقوق مهاجرین، پناهجویان، و بعد بالاخره میان سراغ همه. و واقعا تاسف آوره وقتی که نگاه میکنیم که کسایی هستن که خب طرفدار سکولاریزمن، آتیزمن، علیه اسلام سیاسی حرف میزنن ولی در این حال مدافع ترامپن و نمیبینن که اتفاقا این راست افراطی یه چیزی که هفته پیشم تو برنامه هم صحبت کردیم توی آمریکا مستقیما وصل به افزایش اسلام سیاسی در جهان، همون سیاست‌های راست افراطی رو داره سعی می‌کنه اعمال کنه توی جامعه و هدف کردن و نشونه کردن مهاجر و پناهنده برای اینکه واقعا خاک بندازه توی چشم جامعه که نبینن داره چی کار میکنه، چون همه خیلی خوشحالن. یه خورده راسیزم بیار، یه خورده زدیت با مهاجرت بیار، همه خیلی ها مثلا فکر میکنن به به چقدر ترامپ داره مؤثر کار میکنه. دقیقا. و این نشون میده که برای مقابله با تروریسم باید دست به اون شبکه هاش و دولت هاش جلوشون رو گرفت و دفاع از حقوق پناهنده ها، دفاع از حق مردم که واقعا یک برابره توی آمریکا، توی کشورهای مختلف، کشورهای اروپایی، یکی از جوهر زندگی بهتر برای جامعه بشری. هفته پیش مصاحبه داشتیم با حمید صبی، یکی از وکلای ایران ترابینال که در لندن کتاب رونمایی کتاب این کمپین رو برگزار میکردن. مرسده قاضی حمید صبی صحبت میکردن، یعنی یه فرصت کوتاه بود که من با ایشون صحبت بکنیم. یه نکته رو که به نظر من وقتی در رابطه با ایران ترابینال صحبت میکنیم، اولین باریه که توی تاریخ خاورمیانه جریانات اسلامی در واقع اون جنایتایی رو که تونست کردن مکتوب شده و با مدرک توی یک دادگاهی رو که وکلای بین‌المللی حضور داشتن بررسی شده و جمهوری اسلامی به عنوان جنایت اسلامی رو به عنوان جریان و دولتی که یک جرم علیه بشر رو انجام دادن رو محکوم کردن. دقیقا. این به نظر من خیلی اهمیت داره. دقیقا. و اهمیت دیگرش اینه که وقتی که آدم به یه جامعه نگاه میکنه که واقعا دیکتاتوریه، خفقان وجود داره، کشتارهایی که صورت میگیره خیلی اوقات توی خفقان و توی گوشه کنارهای تاریک انجام میشه و خیلی اوقات هیچکی نمیدونه چه خبره، خیلی از واقعیت ها معلوم نیست، این نوع نور افکنی روی واقعا جنایاتی که صورت گرفته واقعا خیلی مهمه، برای جامعه ایران مهمه، نه فقط برای خانواده‌ای که عزیزانشون از دست دادن، ولی برای کل جامعه ایران که بتونه واقعا با گذشته نزدیکش، و یه واقعیت اینه که گذشته که هنوز ادامه داره، جنایت ها هنوز ادامه دارن، که اینو خوب بشناسه و نه به خاطر اینکه بخواد انتقام بگیره، ولی به خاطر اینکه واقعا عدالت
کسایی که داغ دیدای این خانواده عدالت داشته باشن و یه جامعه باشه که عادلانه تر بتونه دقیقاً تو آیندهش پیش بره. و نمیشونیم، ما نمیتونیم تو بدن سیز جامعه خوب و مترقی و پیشرو و انسانی در ایران داشته باشیم بدون اینکه به این موضوع جنایت‌های جمهوری اسلامی بررسی بکنن، نه به خاطر انتقام بلکه به خاطر یافتن حقیقت. و دنیا باید بدونه که چه اتفاقی افتاد در ایران تحت جمهوری اسلامی. تنها ایران نیست، کشورهای خاورمیانه هم همینطوریه، خیلی جنایت اسلامی که وجود دارن. در واقع همه میدونن که هیتلر توی آلمان چیکار کرد، کتاب ها نوشته شده، مدارکش اومده بیرون و این به عنوان یک پادزهری شده که جنبش فاشیست دست راستی رو جامعه بشری میشناسه. ولی جنبش فاشیست دست راستی مذهبی رو توی ایران خیلی میشناسن، ولی دنیا اینو به عنوان مدرک جلوی روش قرار نداده و این ایران ترابینال این کار رو کرده و به نظر من کار خیلی ارزشمندیه. با ما باشید و این مسابقه خیلی جالب رو ببینید. آقای حمید صبی به برنامه نان و گل سرخ خیلی خوش آمدین. میخواستم امروز برنامه لونچ در واقع رونمایی از کتاب ایران ترایبینال بود، میخواستم در رابطه با نقش ایران ترایبینال برای دادخواهی در جامعه ایران و اتفاقاتی که توی 30-40 سال گذشته اتفاق افتاده، نقش ایران ترایبینال رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ ایران ترایبینال نقش بسیار اساسی داشت در چندین جهت. در درجه اول باید به خاطر بیاریم که در زمانی که این دادگاه تشکیل شد، عده زیادی چه در ایران چه در خارج از ایران اصلا اطلاع نداشتن از کشتارهای جمهوری اسلامی، از زندانهای جمهوری اسلامی و به خصوص از کشتار 67. و دولت جمهوری اسلامی توانسته بود در 25 سال بعد از این وقایع کاملا اون رو زیر سرپوش نگه داره و کمتر کسی رو در جریان اندازه. خانواده ها در فشار بودن که به هیچ وجه با این راجبه این مسئله صحبت نکنن. مادران اینها در چه در خاوران چه در پارک لاله هر وقت حرکتی میکردن مورد ضرب و شتم قرار میگرفتن و تمام مدت اینها رو در فشار میذاشتن که این مسئله مطرح بشه. اولین کاری که ایران ترایبینال کرد این سکوت رو شکست، نه تنها برای در داخل ایران و برای جمهوری، بلکه حتی در خارج برای خود زندانیان سیاسی که سال 25 سال بود ساکت بودن. یکی از مهمترین کارها نه تنها این بود و باعث شد که حتی بازتاب که نماینده دستگاه هست اینها در جوابی به ایران ترایبینال توضیح بده که آقای خامنه ای سعی میکرده که کمتر زندانی ها کشته بشن. این نتیجه اولین حرکت بود که به نظر من خیلی نتیجه بسیار بود. نتیجه دوم در مورد خود زندانیان سیاسی، اینا کسانی بودن که سال نه تنها شکنجه دیده بودن، زجر دیده بودن، عزیزانشون رو از دست دادن، بلکه ناچار بودن 25 سال هم خاموش باشن، ناچار بودن صداشون رو در نیاد در هیچ موردی. ایران ترایبینال به اینها اجازه داد که بیان و این عقده رو بکشایند. برای اولین بار میدید چه کسانی که آمده بودن صحبت کردن برای این مسئله آمدن. آقای اصلانی میگفت من اصلا زنده ام برای اینکه بیام شهادت بدم، تنها دلیل و یا نه من اینقدر خاطرات بد دارم که نمیخوام زنده بدم، ولی علت اینکه من موندم میخوام بیام در مقابل یه دادگاهی شهادت بدم. و این تأثیری که در اونجا گذاشت خیلی حرکت از نتیجه بعدی که این داشت تجمع این گروه های مختلف بود در یک در زیر یک سقف و من فکر کنم این اولین بار بود که بعد از انقلاب گروه هایی که همه زجر دیده بودن از جمهوری اسلامی تونستن در زیر یک پرچم نمیتونم بگم ولی در زیر یک عقیده جمع بشن و اختلافات سیاسیشون رو بذارن کنار و در مورد دادخواهی با هم همکاری بکنم. و من فکر کنم یکی از کارهای بسیار زیبایی بود که به مقدار زیادی ما مدیون بابک عماد هستیم که تونسته این گروه ها رو راضی بکنه که عقاید سیاسیشون رو بذارن کنار و بدون توجه به اون بیان شهادت بدن. و من این رو خیلی مسئله مهمه میدونم. مرسی. یکی از نقاط طلایی دادگاه ایران ترایبینال این بود که در کنار دادخواهی مسئله عدم وجود انتقام و سنت انتقام نگرفتن رو در واقع برجسته کرد
و این رو توی سطح جامعه ایران، یعنی آینده جامعه ایران نمیتونه آینده‌ای باشه اگه به دنبال دادخواهی باشه، نمیتونه خواهان انتقام باشه. این رو به نظر شما برای نسل آینده و برای جامعه آینده ایران چطوری ارزیابی میکنید؟ حالا من واقعا امیدوارم که خشونت در جامعه ایران نقش کوچکتری بازی کنه. متاسفانه خشونت در رژیم شاه و حکومت ساواک وجود داشت. مردم امیدوار بودن که با تغییر رژیم خشونت از بین میره، ولی متاسفانه خشونت بیشتر و وحشیانه تری در زمان خمینی و وزارت اطلاعات اونها پیدا شد. اون چه که باید سعی بکنیم و ایران ترایبونال هم در این کار موفق بوده که حرکت ما حرکت خشونت آمیزی نیست. در هیچ زمانی در هیچ موردی ما درخواست خشونت نمی کنیم، توصیه نمی کنیم کسی متوسل به خشونت بشه. اون چه که ما می خواهیم دادخواهی هست و آوردن جنایتکاران به پای میز محاکمه عادلانه، محاکمه که به اونها حقوقشون رعایت بشه، وکیل داشته باشن، بدونن در چه موردی مورد تعقیب قرار گرفتن و بیان بر اساس اون به طور عادلانه شرکت بکنن و اگر جرمی انجام دادن مجازاتش رو ببینن. به هیچ وجه جنبه انتقام جویی و گرفتن انتقام مطرح نیست. اصولا هیچ حرکت دادخواهی نمیتونه اون باشه. تقریبا تمام گروه هایی که شرکت کرده بودن مخالف مجازات اعدام هستن، تمام کسانی که شهادت دادن مخالف مجازات اعدام هستن. هیچ کدوم از خانواده ها که من باشون صحبت کردم آرزوی انتقام و اعدام جنایتکاران رو ندارن و نمیخوان بلایی که به سر اونها آمده به سر خانواده های دیگه بیاد. قدم بعدی و پروژه بعدی ایران ترایبونال چیه؟ شما تو صحبت هایتون در رابطه با معرفی کتاب صحبت از یه برنامه دیدبان کردین، یعنی بیشتر در این مورد توضیح بدین. هدف از کمیته دیدبان این هستش که جمع‌آوری اطلاعات هست در مورد جنایتکاران رژیم که لیست کامل اونها در این کتاب هستش، کسانی که در این دادگاه است برده شدن و در صورتی که خارج از کشور باشن تعقیب اونها در مراجع قضایی بین المللی و اگر احیانا فرصتی باشه ارائه این مدارک به دادگاه عادله در ایران هستش که اینها محاکم بشن. کمیته های دیدبان در کشورهای مختلف در حال تأسیس و تشکیل هستند و وظیفه‌شون جمع‌آوری اطلاعات و بررسی این هستش که چه کسی میاد به خارج و شاید بشه در تعقیب اونها قدمی برداشت. خیلی ممنون برای شرکتتون در برنامه نان گل سرخ و موفق باشید. متشکرم. درود باشید. فتوای احمقانه این هفته از عربستان سعودیه و آقای عبدالرحمن بن ناصر البرک. اسم خیلی طولانی، فتوای خیلی احمقانه و ایشون یه فتوای داده علیه کلاسای انگلیسی، گفته که اگر توی امتحان انگلیسی هستی میتونی تقلب کنی. دلیلش دلیل توضیح داده، ولی قبل از اینکه دلیل این آقا رو نخوا اول دلیلش رو بگو. مسئله مهمتره که ایشون هر کسی نیست، ایشون میشینه توی هیئت علمی دانشگاه ریاض. خب مشخصه جز هیئت علمیه، فتواش خیلی علمیه، اهمیت داره این همشون احمقن. ولی توضیح این که چرا میشه تقلب کرد توی امتحان انگلیسی میدونی چیه؟ چون انگلیسی یه زبان زشتیه. در واقع اصلا یاد گرفتن انگلیسی زشته، مال کفاره. نه با به این خواهد. و یه دلیل دیگه یه دیگه اومدن گفتن که درخواستن از دفاع بکنن که چرا این حرف زده، گفتن که میدونی آخه خیلی ها توی امتحان انگلیسی رد میشنن به خاطر اینکه قبول بشن حق دارن تقلب بکنن، بخاطر که یه زبان کفاره و زشت این کار این چیز کرده. فتوای احمقانه احمقانه. مسابقه گذاشتم با جمهوری اسلامی در فتوای احمقانه. لحظه زیبای زندگی این هفته از آمریکاست و مبارزه وسیع در فرودگاه‌های مختلف، در خیابون‌ها،
در دفاع از حق مهاجرین و حق پناهندگان. و واقعا مبارزه خیلی جالبه، خیلی واقعا آدم بعد از اون وحشیگری دونالد ترامپ وقتی این مبارزات رو میبینه واقعا فکر میکنه امید هست برای انسانیت و واقعا امید هست و جامعه آمریکا. و جالب اینه که تمام ایرانیایی که توی آمریکا هستن همشون دارن توی فکرشون میشن چطوری رفیقات دوستاش همکاراشون ازشون پشتیبانی میکنن، بهشون دلگرمی میدن، میگن این دونالد ترامپ خیلی احمقه، در واقع این نماینده مردم آمریکایی است. و این حقیقت داره. لحظاتی رو که اونجا بود، اینکه چطوری مردم با پلاکاردهایی که نوشته بودن، نمیدونم صحبتایی که کرده بودن و جمعیتی که توی تمام فرودگاه‌های آمریکا اومده بودن و واقعا لحظه زیبا بود. وکیلم هست، یعنی قاضی مقاومت وکلایی که اومدن اونجا توی فرودگاه‌ها و سعی کردن افرادو نجات بدن و یعنی کلا رفتن اونجا همینجوری به طور رایگان نشستن سعی کردن آدما رو کمک کنن و قاضی آمریکایی هم که گفته که جلوی این حکمو گرفته، گفته باید این غیر قانون اساسی آمریکاست و ترامپ سعی کرد که این جلو اینو نفی بکنه، بگه که این به اصطلاح قاضی و از فردا میگه به اصطلاح قانون اساسی، به اصطلاح آزادی، همه رو میخواد برداره. ولی فعلا که دعوا هست توی جامعه آمریکا سر این قضیه. و ولی این لحظه خیلی زیبای جامعه آمریکا و مردم آمریکا و همبستگیشون و ویدیوهایی که اومده این که ما با مردم ایران در واقع به خصوص حمله به خصوصی رو میخوان ترامپ با جامعه ایران و مرد جمهوری اسلامی را بندازه و میخواد جنگ را بندازه، من دارم میگم ما با مردم ایران جنگ نداریم. دقیقاً. به هر حال رسیدیم به آخر برنامه‌مون. امیدوارم تا هفته آینده روزها و شبای خیلی خوبی داشته باشین. تا بعد. Goodbye. Hi, I'm Mariam Nawazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.